از شروع جنگ اسرائیل و حماس بسیاری از مسلمانانی که حامی فلسطینیان هستند در نقاط مختلف جهان به نشانه اعتراض به حملات اسرائیل به غزه تظاهرات متعددی برگزار کردند. این موضوع بار دیگه بحث آرمان فلسطین رو در کشورهای اسلامی تازه کرده و باعث دو دستگی بعضی از این جوامع شده. با اینکه در سالهای گذشته بعضی گروها آرمان فلسطین رو زیر سوال بردند، اما بخش دیگری از جامعه نسبت به این موضوع رادیکال‌تر به نظر می‌رسند. آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون از کارولینای جنوبی با ماست. آقای عزیزی، در وسط این جنگ و درگیری این چنینی و اقداماتی که حماس کرده و الان بمباران اسرائیل، چقدر اصلا آرمان فلسطینی‌ها میتونه همچنان زنده باشه؟ آرمان که به معنی عمومیش زنده است، به معنی که طرفداران مختلفی که فلسطین داره و در ضمن طرفدارانی که اسرائیل در سراسر دنیا داره، باعث میشه که این یک مسئله باشه در سیاست کشورهای مختلف. ببینید، یکی از ویژگی‌های تخاصم اسرائیل و فلسطین که به نظر من ویژگی منفی هم هست، یعنی ضربه زده واقعا به مردم این دو کشور، مخصوص به فلسطینی‌ها که به حال مردم اصلی تحت سرکوب در اونجا هستن، تحت ستم در واقع هستن، این هستش که این بین‌المللی سازی شده. این یعنی در تمام کشورهای دنیا یک موضوع جدی سیاسی، هیچ تخاصم دیگری در دنیا اینگونه نیست. مثلا کمتر پیش میاد که تخاصم مثلا تبت و چین یا حتی کشمیر بین هند و پاکستان یک موضوع جدی، یکی از مثلا سه موضوع اصلی تعیین کننده سیاسی باشه. اما اینگونه هست نه تنها در کشورهای اسلامی، که در بریتانیا، در آمریکا، ما یادمون نره مثلا جرمی کوربن رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا اصلا تمام داستان از دست دادن به حال شکست سیاسیش مربوط میشد به مسئله یهود ستیزی درون حزب کارگر و به تخاصم اسرائیل و فلسطین. بنابراین این یک موضوع مطرح هست. اون نکته ای که حائز اهمیت هست این هستش که متاسفانه بسیاری از کسانی که خودشون رو طرفدار آرمان فلسطین میدونن، روی کرده مبتنی بر صلح، که به هر حال صلح بدون شناسایی اسرائیل و بدون شناسایی حق مردم اسرائیل برای دولت داشتن، برای کشور داشتن، به دست نمیاد. این متاسفانه بسیاری از طرفداران آرمان فلسطین چون هیچ امیدی نداشتن برای پیروزی سیاسی در سالهای گذشته، در واقع فقط به حرکت‌های نمایشی دست زدن و دنبال این راه صلح نرفتن، و این موزلی و بغرنجی هستش که وجود داره. ولی تا وقتی که اشغال سرزمین‌های فلسطینی و بی‌دولتی و به حقوقی مردم فلسطین ادامه داشته باشه، این مسئله بین‌المللی هم وجود خواهد داشت در کشورهای مختلف. خیلی از اسرائیلی‌ها آقای عزیزی میگن که موضوع نزاع دعوا با فلسطینی‌ها واقعاً بحث زمین نیست. بحث این هستش که بسیاری از فلسطینی‌ها به خصوص در منطقه غزه و بعضی از دیگر کشورهای عرب منطقه واقعاً نمی‌خوان یک دولت یهودی اینجا وجود داشته باشه. از همون اول هم که اسرائیل شکل گرفت، یورش کشورهای عربی ناخواسته بود دیگه. اسرائیل که به اونها حمله نکرد، کشورهای عربی همسایه به اونها حمله کردن. چقدر فکر میکنید که واقعا ریشه این اختلافا در این هست؟ و مثلا اگر این نزاع بین فرض کنید اردن و مصر بود، تا الان اینقدر طول نمیکشید؟ این بله طبیعی هستش که مربوط میشه به هویت متفاوت دولت یهودی و به هویت اسرائیل. ببینید، ما یک واقعیت هایی از اون طرف هم داریم. ببینید، الان رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین سال هاست، یعنی از زمانی که بنده به دنیا اومدم در سال 88، دقیقاً از سال، یعنی تمام زندگی مثلا آدمای 35 ساله مثل من، از اون موقع تا حالا سازمان آزادی بخش فلسطین اسرائیل رو پذیرفته، موجودیتش رو پذیرفته، همکاری بسیار نزدیک داشته باش دولت فلسطین همکاری بسیار نزدیک داره با دولت اسرائیل. برمیگردیم به کشورهای عربی، نه تنها بسیاری اسرائیل رو پذیرفتن، مصر که خیلی وقت پیش پذیرفت، اردن از سال 94 و 4 کشور جدید عربی از 3 سال گذشته، اما اینو نباید فراموش کنیم، تمام کشورهای عربی سال 2002 اومدن نزد اسرائیل، گفتن ما اسرائیل رو قبول داریم. به اون میگن، همونجوری که میدونید، ابتکار صلح عرب که ملک عبدالله در عربستان سعودی او داشت از اون موقع، و اتحادیه عرب هم پشتش بود، در همون نشست اتحادیه عرب در بیروت گفتن اگر اسرائیل به اشغال سرزمین فلسطینی پایان بده و دولت فلسطینی رو بذاره تشکیل بشه، هیچ مشکلی با اسرائیل ندارن و اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. بنابراین این واقعیت امروز هست. واقعیت امروز جهان عرب اینگونه نیستش که دیگه کشورهای عربی، مردم عربی مخالفت خیلی شدیدی با اسرائیل دارن و موجودیتشون رو میپذیرن. شما همین الان دبی تشریف ببرید، در همین چند سال من خودم چندین بار دبی رفتم، ابوظبی رفتم،
پر از اسرائیلی هست واقعا، اسرائیلی که در سطوح مختلف میان، تماس‌های مردمی مختلف وجود داره. ببین به نظر من اون اسرائیل ستیزی یک آفتی هست در جهان اسلام و جهان عرب، بیشتر هم ضربش به خود جهان اسلام و جهان عرب میخوره. اما از اون طرف هم این واقعیت هستش که اسرائیل تنها کشور جهانه که یک سرزمینی رو اشغال کرده این همه سال و بدون که هیچ حقوقی به مردم اونجا بده و خب مخالفت هم باش در این زمینه ادامه داره. ولی کشورهای عربی عموما الان اعلام کردن، شما همین الان حرفهای مختلف، مثلا الان حرفهای ترکیه الفیصل رو گوش بدین از سفیر سابق آمریکا در آمریکا، سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا و اینها، ببینید واقعا دیدگاه اون نخبگان عرب میشه گفت در این کشورها دیگه دیدگاهی نیستش که خواهان از بین رفتن اسرائیل باشه. دیگه دیدگاهی نیستش که تا این چند سال چقدر مثلا هولوکاست که یک زمانی تابویی بود در کشورهای عربی کاملا به رسمیت پذیرفته شده. الان موزه هولوکاست ما داریم در دبی. قبول دارم ممکنه تهدیدی واقعا متوجه اسرائیل از امارات متحده عربی و عربستان و کویت و اردن و مصر وجود نداشته باشه، اما بالاخره ساکنان فلسطینی این جغرافیا خیلی هاشون ممکنه تهدید به نظر بیان از جانب اسرائیل. مثلا الان همین الان در غزه وضعیت رو ببینید دیگه، اونجا تقریبا دیفکتو یک دولتی وجود داره، دولت حماس. فرض بکنید این دولت شناسایی هم بشه، جنگنده و تانک و نفربر و اینها هم داشته باشه، خب اسرائیلی ها همین الان هم احساس آرامش نمیکنن. ببین اولا که فلسطینی ما یادم نره، اولا چندین میلیون شهروند فلسطینی درون خود اسرائیل زندگی میکنن، در پارلمان اون کشور حضور دارن شهروند فلسطینی اسرائیل، در جامعه فلسطین در کرانه غربی و جای دیگه، همین مردم غزه صدها هزار نفرشون درون اسرائیل کار میکنن، به طور معمول تماس دارن. اون یک جای بسیار کوچیک از خود شما هم الان اونجا هستین حتما میبینین، شما کافیه در هر کافه رستورانی برید بشنید در همون اورشلیم کلی آدم فلسطینی حضور دارن، از کسی که اون تو کار میکنن تا کسای دیگه که دارن اونجا بر واقع غذا میخورن. منظور یک جامعه خیلی جدایی نیستن اتفاقا فلسطینی ها از این لحاظ، اتفاقا مثلا اون اسرائیل ستیزی ها خیلی افراطی در کشورهای مثل عراق و سوریه و اینا که تماس ندارن بیشتر هست. ولی در مورد وضعیت نظامی ببینید، اگر دولت فلسطین بخواد تشکیل بشه که خود یک محدودیت های نظامی قرار است داشته باشه، در هر طرحی قرار است یک محدودیت های نظامی داشته باشه دیگه، نمیتونه هر تسلیحاتی خاص در واقع دریافت بکنه. اما از اون طرف ما باید به این برگردیم، من برمیگم فاکامی حرفو من جمع رو در برنامه شما زدم، ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل ازش پرسیدن که شما اگر یک جوان 20 و چند ساله فلسطینی بودید چه میکردید و گفت من به یک گروه تروریستی میپیوستم. منظور چرا کسی مثل باراک این حرف رو میزنه؟ به این علت که میگه شما اگه میشه یک مردمی رو این همه سال در بی‌حقوقی کامل در حصر و اینها نگه دارید، کمک میکنید به در واقع سربازگیری این گروه های تروریستی که در ضمن کمکشون از جمهوری اسلامی میگیرن. این نکته رو ما باید فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی نقش بسیار کلیدی داره. تنها علتی که حماس امروز میتونه این کارها رو بکنه جمهوری اسلامی. یعنی ببینید یه وقت هست که آدم بخواد حرکت نظامی بکنه، ولی اینکه این تجهیزات پیشرفته رو میگیره جمهوری اسلامی. حماس گروه یک کاسه ای نیست در واقع، این الان سخت گفتنش بعد از این جنایتی که کردن، اما واقعیت داره دیگه. این همون گروهی است که در سال 2017 در اون منشور جدید عملا پذیرفته بود اسرائیل رو بدون اینکه به اسمم بگه، یعنی عملا به راه حل دو دولتی تن داده بودن. نه به این دلیل که ببینید قضیه ساده هستش، قضیه ساده است. فلسطینی ها و عرب ها در این جنگ ها شکست خوردن، از اسرائیل شکست خوردن. امروز اسرائیل یک کشور ثروتمند موفق با درآمد کل ناخالص داخلی سرانه بیش از 50,000 دلاره، در کنار کشوری که یک پنجمش شده میده. بنابراین فقط از این است که اونا تن بدن به پایان تخاصم. وقتمون به پایان میرسه آقای عزیز، عذرخواهی میکنم ازتون. آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ علوم سیاسی از کارولینای جنوبی.